سلام، صوفی هستم. به کانال من خوش اومدید. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. برگشتم با یه ویدیو دیگه و حتما توی این ویدیو با صحبتهایی که خواهم کرد جواب خیلی از سوالاتون رو خواهم داد و معرفی یه محصول جدید و 100% طبیعی. بچه الان دیگه دقیقا 15 روز شده که من دارم سبوس برنج استفاده میکنم. خودتون موهامو ببینید، از لحاظ اینکه چقدر براق شده، چقدر نرم شده، خوشحالت تر شده. خیلی نتونستم رسیدگی کنم بهش، ولی الان خیلی خوشحالت شده، خیلی نرم شده و در کل خیلی راضیم از اینکه دارم اینو استفاده میکنم. حالا برای اینکه بدونید، من فقط سبوس برنج استفاده نمیکنم. قبلا هم بهتون گفتم حتما ویتامین ها رو باید دریافت بکنید، مخصوصا از عزیزانی که یا فرصت ندارن یا خیلی دوست ندارن میوه و سبزیجات زیادی استفاده نمیکنن توی غذاشون، توی وعده‌های غذایشون. حتما ویتامین ها رو باید داشته باشن، مثل فارماتون که من قبلا هم بهتون گفتم راجع به فارماتون باهاتون صحبت کردم. میدونید که فارماتون یکی از بهترین برندهای ویتامین کامل، یعنی همه ویتامینا توش وجود داره، همه ویتامینا کامل توش وجود داره و حتما توصیه میشه که اینو مصرف بکنید. من اینو دارم، ولی اگر اینو بخورم ویتامین دیگه ای نمیخورم چون این کامله. مثلا اگر اینو بخورم، چون این دوز کلسیم کافی توش وجود داره، دیگه از این کلسیومایی که توی پکست و درشو باز میکنیم پودر توی آب باید حل بشه، دیگه اونو اون روز نمیخورم. فرداش دیگه فارماتون نمیخورم، کلسیومم میریزم توی یه لیوان آب و میخورم، که کلسیومم خیلی خیلی مهمه توی رشد موها، توی سلامت پوست و ناخون خیلی اهمیت داره. چیز دیگه که قبلا هم راجع بهش صحبت کردم و باز تکرار میکنم، ویتامین دی برای عزیزانی که توی کشورهایی هستن که آفتاب کافی ندارن، مخصوصا ماها که از کشورهای پر آفتاب میایم و توی کشورامون یه جوری با آفتاب اصلا بزرگ شدیم، حتما لازمه که توی این کشورهایی که هستیم ویتامین دی بدنمون کاملا تامین بشه. درسته توی همه مواد غذایی مقداری موجود هست، ولی کافی نیست. بنابراین کافیه که مکمل ویتامین دی حتما مصرف کنید. عامل بسیاری از بیماری هاست. اگر کمبودش رو داشته باشید توی بدنتون، عامل خشکی مو، ریزش شدید مو، لکه شدن پوست، خلاصه خیلی 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 مضر اگه به اندازه کافی مصرف نکنید. هر یه دونه از اینا رو از این بستش جدا میکنید، یه حالت زرد رنگ داره اینجا، اینو ازش جدا میکنید و اینطوری باید میلش کنید. میگه چند قطره، حالت روغنی شکل داره، میل میکنید هفته یه دونه از اینا. تجویز دکتر ما اینجوری بود که هفته یه دونه برای بدن کافیه این دوز، بیشتر از این نشه. مثلا کلسیومو اگه مولتی ویتامین میخورید که توش کلسیوم وجود داره، بعد یه دونه از این کلسیومای پودری هم بخواید بخورید، باعث سرگیجه میشه. بعد دنبال علتش میگردید چرا من سرم گیج میره، برای اینکه دوز بالای کلسیوم اگه دریافت بکنی توی یک روز باعث سردرد و سرگیجه شدید میشه. بعد از اون اومگا 3، چربیای اشباه شده مفید که توی مواد غذایی مثل ماهی و میگو به شدت یافت میشه، مخصوصا ماهی سلمون. حتما اومگا 3 لازمه برای بدن. اینها دوزش تعیین شده برای یه دونه در روز، یعنی یه دونش برای یک روزه و میتونید مصرف کنید. حتما بدن نیاز داره که این ویتامین ها تامین بشه. هر کدوم از اینا توی بدن نوسان داشته باشه و تنظیم نباشه، مقدارش کافی نباشه توی بدنتون، مشکلات بعدی به وجود میاد، مشکلات خیلی زیادی به وجود میاد. حالا به اضافه این چیزایی که من بهتون گفتم، من یه محصول جدید میخوام بهتون معرفی کنم. بازم من توضیح میدم برای اینکه هیچ فرقی نمیکنه. دوستانی که توی پیج هستن انتقاد میکنن، شدیداً انتقاد میکنن بدون اینکه منو بشناسن یا ویدیو رو کامل ببینن، هیچ اشکالی نداره. من توی همه ویدیوام توضیح میدم که اون دوستانم متوجه بشن که من کارم کار تبلیغات نیست توی یوتیوب. این محصول، اصلا به برندش توجه نکنید، ببینم اصلا برندش چیه. برندش این گوش است. اصلا به برندش و اسمش توجه نکنید، کاری به این نداریم. من فقط دارم بهتون معرفی میکنم که این یه ماده مفیده برای بدن، مخصوصا خانوم ها، و بگیرید استفاده کنید بچه ها. اگر میخواید پوست و موی خوبی داشته باشید، اگر میخواید سرحال باشید، اکتیو باشید، احساس خستگی و کرختی و احساس ناخوشایندی نداشته باشید و اکتیو باشید، کاراتون رو بکنید، دوست داشته باشید برید از خونه بیرون قدم بزنید، حالت افسردگی، انزوا
به خودتون نگیرید، میخواید سر حال باشید، از زندگیتون لحظه به لحظه لذت ببرید، باید چیزایی که بدنتون نیاز داره رو بهش بدید. یکی از اینا کم باشه دچار افسردگی میشید، مثل ویتامین دی، مثل امگا 3. همونجور که گفتم اصلا کار به برندش نداشته باشید، اسمشو براتون مینویسن روی صفحه، انگلیسی و فرانسهش تقریبا یکیه. روی اینجا ببینید، الان روی صفحه براتون میذارم، ببینید اسمشو بذارم. جلبک دریایی که اسمش اسپیرولینه، میتونید سرچ کنید، من لینک آمازونش هم براتون میذارم، اگه دوست داشتید از آمازون تهیه کنید، از لینک آمازونی که براتون میذارم میتونید تهیه بکنید. این 200 گرمه و من 15 یورو گرفتمش، از فروشگاه کخفوق گرفتم. خیلی شدید بوی جلبک میده، بوی نم میده، بوی دریا میده، ولی میتونید توی ماست بریزید، میتونید توی سوپتون بریزید، نه که بپزیدش، زمانی که سوپتون آماده شد توی کاستون یه قاشق مرباخوری کوچولو بریزید، میل کنید، چون خیلی بو داره، بوی جلبک ها، نه بوی دیگه، فقط بوی جلبک میده، دقیقا بوی جلبک میده. برای همین شاید خوردنش سخت باشه. من میریزم توی یه لیوان آب گرم، اینطوری یه لیوان آب گرم، آبتون نباید جوش باشه، یه قاشق ازش برمیدارم میریزم توی لیوان آب گرم. ببینید رنگشو سبز، خیلی خیلی تیر است. میریزم توی لیوان آب، حسابی به همش میزنم. اینو اینطوری کاملا به همش میزنم، حل میشه توی آب، دماغمو میگیرم و میخورمش مثل دارو. بیشتر از 10 گرم در روزم نباید اینو مصرف کنید، سرشار از آنتی اکسیدانه. توی اسموتیاتون میتونید بریزید، مثلا آب میوه که درست میکنید یه قاشق از این توش بریزید که با طعم میوه ها مخلوط بشه، خیلی این بو اذیتتون نکنه. بیشترم برای اسموتی ها استفاده میکنن ازش. پروتئین خیلی بالایی داره، کالری خیلی کمی داره، کربوهیدرات خیلی پایینی داره، ولی آنتی اکسیدان و پروتئین بسیار بالایی داره. حتما اگه از هر جایی تهیه میکنید بیو و طبیعیش رو تهیه کنید، دقت کنید اون آرم بیو رو حتما داشته باشه. چیز دیگه که من استفاده میکنم خاک شیره. مصرف خاک شیر بسیار بسیار مفیده برای جلوگیری از ریزش مو، برای براق شدن موهاتون. خاک شیر خاصیت ضد التهابی و ضد باکتری داره. اگر موهاتون شوره میزنه، نوشیدن 1 یا 2 لیوان خاک شیر داخل آب ولرم میتونه خیلی به این موضوع، به این مشکل کمک کنه. خوردن خاک شیر همونطور که گفتم ضد باکتری و ضد التهابه، میتونه روی لکه های صورت یا کسایی که آکنه دارن خیلی تاثیر مثبتی بذاره و اینا رو برطرف کنه، لکه های صورت رو از بین ببره، رنگ پوست رو روشن‌تر میکنه و باعث میشه جوش و آکنه دیگه نزنید. چیز دیگه که من باز مصرف میکنم، مخصوصا صبح موقع صبحونه، یه مقدار کوچولوی زیره و نعنای خشک میریزم روی پنیرم. با پنیر استفاده میکنم. این زیره سیاهه و خاصیت خیلی 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 بالایی داره. حالا جدا از اینکه ضد نفخه و یا عزیزانی که همیشه فکر میکنن شکمشون باد داره و بزرگتر به نظر میاد، مصرف هر روز مقدار خیلی کمی کوچولو اینجوری روی صبحونتون، هر چیزی که میخواید، حتی روی نیمروتون یا روی پنیر صبحونتون، باعث میشه که این نفخ از بین بره و شکمتون صاف بشه و همین که میگن حالت رنگ پریدگی و خستگی چهره رو برطرف میکنه. خوردن زیره باعث سرحال شدن میشه. و چیزای مهم دیگه ای که من به ظرف غذاییم خیلی وقت اضافه کردم و دارم استفادهشون میکنم، به جای اینکه مواد و تنقلات مضر بخوری، میتونید از مواد طبیعی استفاده کنید. من تیکه های نارگیل خوش شده رو گرفتم، ببینید خیلی هم خوشمزه و تازه است. ببینید حتی رنگش چقدر سفیده. پودرش رو خیلی دوست ندارم، ولی این تیکه های نارگیل که زیر دندون میاد، مخصوصا توی شیر و کنفرکس صبحتون که میریزید، خیلی خوشمزه است. و همینطور بادوم خورد شده، نازک شده، بدون پوست، بادوم زمینی که اینم خیلی خاصیت داره، بسیار مفیده برای بدن، برای سلامتی، برای پوست. و مصرف همین مواد طبیعی مفید
روزانه و حذف کردن مواد مضر میتونه خیلی زیاد توی سلامت جسمتون، توی سلامت روحتون همونطور که گفتم خیلی موثره و همینطور سلامت پوست و مو. تیرگی دور چشم رو برطرف میکنه. خوردن همین مواد غذایی بسیار مفید و طبیعی، ویتامین های لازمی که بهتون گفتم 100%، حتی تیرگی های زیر چشم که ژنتیکه ارثیه رو میتونه تا حد خیلی زیادی کمتر بکنه. در مورد اون ماسک قبقب خیلی از دوستان سوال پرسیدن، اینجا جوابشو بدم. دیگه خودتون الان میبینید دیگه تاثیرش چقدر بوده. من دو بسته، یعنی 10 تا دونه، فکر میکنم توی هر بستش 5 تا بود، 10 تا دونش رو استفاده کردم و بله من راضی بودم. ماساژایی هم که بهتون گفتم و دارم انجام میدم که فیلمشو براتون گذاشتم، خیلی مهمه، خیلی ماساژای خوبه. مثلا حرکت اینجا انجام میشه باعث میشه که چربی اضافه این قسمت آب بشه و اینجا زاویه بگیره، شکل بگیره. امیدوارم ویدیو مفید بوده باشه براتون. حتما اگه از ویدیو راضی بودید برام قلب قرمز بذارید توی کامنت ها. هر سوال و پیشنهادی دارید برام بنویسید، با کمال میل میخونم و مثل همیشه ازتون ممنونم که همراه من هستید و تا ویدیو بعدی خدافظ.